خلاصه کتاب 7 عادت مردمان موثر، اثری از استفان کاوی، از کانال لیلو ماجویا. برای شنیدن بهترین خلاصه کتاب ها با سابسکرایب عضوی از کانال ما باشید. از این کتاب خواهید آموخت که چگونه عادات افراد تاثیرگذار و موفق را در خود به وجود آورده و تقویت کنید. کتاب 7 عادات مردمان موثر مشهورترین اثر استفان کاوی است که به 28 زبان ترجمه شده و بیش از 15 میلیون نسخه در سراسر دنیا فروش داشته است. این کتاب از دست کتاب‌های خودیاری است که مهمترین تفاوت آن با سایر آثار مربوط به این حوزه در این است که این کتاب مبنای علمی داشته و راهکارهای واقعی برای رسیدن به موفقیت دارد. دلیل ظهور کتاب‌های خودیاری از این رو بود که برخی معتقدند که هر فردی اگر اصول کلی زندگی، روانشناسی، رفتار و ارتباطات را یاد بگیرد و با خواسته‌ها، انتظارات و نقاط قوت و ضعف خیش تطبیق بدهد، به احتمال فراوان می‌تواند زندگی موفق‌تری را تجربه کند. به همین دلیل در اکثر کتاب‌های خودیاری خواننده به مشارکت، تمرین، فکر کردن، خلوت کردن با خود و هدف گذاری و ارزیابی پیشرفت تشویق می شود. به طور کلی در این دسته از کتاب ها به خواننده یادآوری می شود اولین کسی که می تواند زندگی او را بهتر کند خود اوست. کاوی اعتقاد دارد که قانون طبیعی کاشت، داشت و برداشت همواره صادق است. بنابراین دانه های رشد پیشرفت و موفقیت کاشته می شوند. از آنها نگهداری می شود و به تدریج رشد می کنند و در نهایت میوه می دهند. بنابراین در این کتاب نیز به دنبال آن است که مخاطب 7 عادت موفقیت را در خود بکارد و با پرورش آنها به موفقیت برسد. از این رو می توان گفت که کتاب 7 عادت مردمان موثر راه حل میانبری برای رسیدن به موفقیت ندارد، بلکه این کتاب بر روی تغییرات ریشه‌ای و عمیق در فرد تمرکز دارد. این عادات افراد تاثیرگذار را از سایرین متمایز می سازند، در حالی که اغلب افراد با شکست و بی هدفی دست و پنجه نرم می کنند، برخی دیگر در ساختن زندگی‌های موفق و کامل تخصص دارند. جواب این سوال ساده است. افراد موفق با این 7 عادت کلیدی در خود بر افراد و دنیای اطرافشان تأثیر می‌گذارند. در ادامه به تشریح هر کدام از این عادات می‌پردازیم، اما قبل از آن دو نکته مهم را توضیح می‌دهیم. به پرسش‌های زیر در آخر این کتاب پاسخ داده می‌شود. 7 عادت افراد تاثیرگذار چیست؟ چگونه عادات افراد تاثیرگذار را در خود ایجاد کنید؟ چگونه این عادات می تواند شما را به موفقیت برساند؟ فصل اول، نکته اول، برای تغییر بر روی شخصیتتان تمرکز کنید و نه رفتارهایتان. به طور کلی دو مسیر برای اصلاح و تغییر زندگیتان وجود دارد: تمرکز بر رفتارهایتان، تمرکز بر روی شخصیت و عادتهایتان. در مسیر اول شما برای تغییر زندگیتان باید رفتارهایتان را تغییر دهید. برای مثال از تکنیک‌هایی مانند مهارت‌های فن بیان و یا مدیریت زمان استفاده می‌کنید تا رفتارهایتان را با کیفیت بهتری انجام دهید. این مسیر تلاشی مؤثر برای میانبر زدن به سوی موفقیت است. به عنوان مثال این رویکرد شامل موارد زیر می شود: به دنبال ثروتمند شدن بدون نیاز به کار کردن زیاد هستید، یا به دنبال آن هستید که به رشد شخصیتی دست یابید بدون اینکه دستخوش تغییرات واقعی و زیربنایی شوید. از سوی دیگر شما می توانید کمی عمیق‌تر به مسئله نگاه کرده و برای دستیابی به موفقیت بر روی عادات بنیادی و سیستم‌های اعتقادی که شخصیت و چشم‌انداز شما را در این دنیا شکل می‌دهد تمرکز کنید. بدیهی است که این مسیر طولانی‌تر است. کاوی معتقد است که شخصیت شما نمی‌تواند با میانبرها به طور واقعی رشد کند.
برای دستیابی به تاثیرگذاری واقعی نمیتوان از هیچ مرحله انصراف داد و آن را نادیده گرفت. در نظر بگیرید که برای کسب مهارت‌های نظیر بازی تنیس یا نواختن پیانو نمیتوان هیچ مرحله‌ای را نادیده گرفت و با راه میانبر از روی آنها پرید، بلکه باید مرحله به مرحله پیش رفت و آموزش دید. این قاعده در به دست آوردن پیشرفت احساسی و رشد شخصیتی نیز صادق است. مثال، اگر می‌خواهید یک زندگی مشترک خوب و موفق داشته باشید، صرفاً تمرین هنر روابط کمک چندانی به شما نمی‌کند، بلکه باید به فردی خوشبین و مثبت تبدیل شوید. همچنین اگر می‌خواهید به عنوان فردی قابل اعتماد دیده شوید، کار کردن روی فن بیان به هیچ عنوان مفید نخواهد بود، بلکه باید روی تبدیل شدن به شخصی قابل اعتمادتر کار کنید. فصل دوم، نکته دوم، پارادیوم شخصی خود را بازبینی کنید. کار کردن روی شخصیت به معنای همسان کردن پارادیوم های شخصی با اصول جهانی می باشد. سوال، پارادیوم چیست؟ به طور کلی پارادیوم عینکی است که به وسیله آن دنیا را تماشا می کنیم. پارادیوم برای یک فرد چارچوب فکری و فرهنگی اوست که از طریق او واقعیات پیرامون را تحلیل و توصیف می کند. پارادیوم شامل اصول بنیادین هر فرد است که شخصیت او را می سازد. برای مثال فردی را در نظر بگیرید که برای درمان بیماری خود به نذر و دعا متوسل می شود. این نشان دهنده آن است که در پارادیوم و چارچوب فکری آن فرد خداوند می تواند بیماری او را شفا دهد. بنابراین دعا می کند و در راه خدا نذر می کند تا خداوند بیماری او را شفا دهد. حال اگر پارادیوم فردی این گونه بود که بیماری او را فقط و فقط پزشکان می توانند درمان کنند، بنابراین هیچگاه دعا نمی کرد و فقط به پزشک مراجعه می کرد. این گونه است که می گوییم پارادیوم هر شخص نوع نگاه او به دنیا را تشکیل می دهد. عادت‌هایی که در ذهن ما شکل گرفته و رفتارهایمان از آن نشأت می‌گیرد مستقیماً تحت تأثیر پارادیوم‌هایی است که در ذهن ما نقش بسته است. شما باید پارادیوم‌های فکری خود را بشناسید. اگر بخواهید بر عادات ریشه‌دار خود مانند به تعویق انداختن کارها، خودمحوری یا بی‌حوصلگی غلبه کنید، ابتدا باید اصول بنیادینی که آنها را به وجود آوردند شناسایی کنید. همچنین اگر می خواهید واقعا اثر بخش باشید، همسان کردن پارادیوم های شخصی خود با ارزش های بزرگتر و بنیادی تر مانند عدالت، صداقت و درستی بسیار مفید خواهد بود. از آنجایی که اکثر مردم به این اصول اعتقاد دارند، می توان آنها را به عنوان قوانینی طبیعی و پایدار در نظر گرفت. قوانینی که معیار اندازه‌گیری ارزش‌های شخصی ما هستند. تمام رفتارهای بشر با استفاده از این اصول بنیادین و جهانی قابل سنجیدن است. هرچه توانایی ما در همسان کردن رفتارهایمان با این ارزش‌ها بیشتر باشد، می‌توانیم به صورتی تأثیرگذار با دنیای اطراف خود ادغام شویم. در ادامه به توضیح بیشتر این اصول می‌پردازیم و به شما خواهیم آموخت که چگونه می‌توان از آنها برای تغییر استفاده کرد. فصل سوم، عادت اول، تبر را تیز کن. اگر کل روز را به بریدن تنه درخت مشغول هستید و زمانی برای تیز کردن اره پیدا نمی کنید، باید بدانید یک جای کار به صورت اساسی مشکل دارد. برای تأثیرگذار بودن مراقبت کردن از منابع اساسی خود بسیار حیاتی است. این منابع نیرو و انرژی خودتان است که می تواند بزرگترین سرمایه زندگیتان باشد. از این رو باید به طور پیوسته مورد بازسازی و بهبود قرار گیرد. مثال، برای اینکه فیزیک مناسبی داشته باشید، باید مرتب تمرین کنید، غذای مناسب بخورید و از استرس‌های ناخواسته اجتناب کنید.
برای سلامت روحیتان نیز باید تا جایی که می توانید کتاب‌های خوب بخوانید. همچنین برای آنکه یک مدیر موفق باشید لازم است که به طور پیوسته دانش مدیریتی خود را بروز کنید. داشتن سلامت اجتماعی و احساسی پایدار نیز بر همین منوال است. برای این کار باید تا می توانید روابط مثبت اجتماعی برقرار کرده و هیچگاه از نیازهای اجتماعی خود غافل نشوید. از سوی دیگر سلامت معنوی کمک شایان توجهی به پایدار بودن اثر بخشی شما خواهد بود. منظور از سلامت معنوی می تواند دعا کردن و انجام مدیتیشن باشد. آگاهانه برای استراحت و دریافت نیروی تازه وقت بگذارید. بسیاری از مردم ادعا می کنند که هیچ وقت نمی توانند زمانی برای استراحت داشته باشند. برای با این حال استراحت کردن در بلند مدت می تواند مزایای زیادی به همراه داشته باشد و تندرستی شما را تضمین کند. بنابراین لازم است در بازسازی خود به آن توجه جدی کنید. فصل 4 رو عادت دوم کنشگر باشید و کنترل زندگیتان را به دست بگیرید. در وجود هر یک از ما نیازی وجود دارد که ما را ترغیب می کند بر دنیای اطراف خود تأثیر بگذاریم یا به عبارتی دیگر انسانی کنشگر باشیم. این نیاز همان عامل تمایز ما نسبت به حیوانات است. یک حیوان به گونه‌ای برنامه نویسی شده است که در برابر هر محرک خارجی واکنشی مشخص را انجام دهد. نقطه مقابل آنها انسان‌ها هستند که خود را برنامه نویسی می کنند. ما توانایی تفکر و تأمل قبل از واکنش نشان دادن به یک محرک را داریم. ما توانایی نظاره کردن خود و عمل کردمان را از بیرون داریم. این توانایی به ما اجازه می دهد که در مورد واکنش خود نسبت به تأثیرات بیرونی تصمیم بگیریم. این به معنای کنشگر بودن. مثال، یک نمونه عالی در برخورد فعالانه ویکتور فرانکل است. وی سالها در اردوگاه‌های کار اجباری حکومت نازی بود. او هیچگاه اجازه نداد که زندانبانان کنترل احساسات او را در دست بگیرند. او همواره کنشگر بود و با آینده نگری کنترل سرنوشتش را در دست خود نگه داشت. به گونه‌ای که پس از آزادی به حرفه روانشناسی پرداخت و به مدارج بالایی در این حوزه رسید. غالب مردم در نقطه مقابل فرانکل قرار دارند و به جای آنکه کنشگر باشند، واکنشی هستند. افراد واکنشی نسبت به شرایط بیرونی واکنش نشان داده و رفتار و احساسات به شدت وابسته به اتفاقاتی است که اطرافشان رخ می‌دهد. به عنوان مثال، آنها در صورتی می‌توانند احساس خوبی داشته باشند که آب و هوا مناسب باشد. اما افراد کنشگر توسط ارزش‌های درونی خود رو به جلو حرکت می‌کنند و مسئولیت زندگی خود را می‌پذیرند. تصمیمات شخصی آنها تعیین کننده رفتارشان است و اجازه نمی دهند این رفتار از موقعیت‌های پیش آمده تأثیر بپذیرد. آنها آب و هوای خود را خودشان تعیین می کنند. افراد کنشگر و واکنشی را به وضوح می توان از جملاتی که استفاده می کنند شناخت. افراد واکنشی عوامل بیرونی را مسئول سرنوشت خود می دانند. این اتفاق تقصیر من نبود، یا من روی آن کنترلی نداشتم. افراد کنشگر سرنوشت خود را در دست دارند و می دانند که مسئول امروز آنها دیروزشان است. من تصمیم گرفتم که، یا بیایید تلاش کنیم برای اینکه برای مشکل راه حلی پیدا کنیم. فصل 5، عادت 3، قبل از انجام هر کاری از ابتدا تا انتهایش را در ذهنتان ترسیم کنید. برای رسیدن به اهدافتان باید قبل از انجام هر کاری نتیجه آن را تا جایی که می توانید واضح تصور کنید. تمام فعالیت ها در واقع دو بار انجام می شوند. بار اول هنگامی که ما آن کار را به صورت ذهنی تصور می کنیم و بار دوم زمانی است که آن را انجام می دهیم.
هرچه این تصویر ذهنی دقیق تر و واقع بینانه تر باشد، اجرای آن کار نیز بهتر پیش می رود و در نهایت نتیجه بهتری نیز خواهد داشت. تصویر ذهنی باید تا جایی که می تواند واقعی و پیوسته باشد. تصویری که دقیقاً نمایانگر چیزی است که قرار است به آن دست پیدا کنید. شما باید نحوه هدف گرفتن تیر و کمان را تجسم کنید تا بتوانید تیر را درست به قلب هدف بزنید. این گونه پیشبینی ذهنی در تمام موقعیت‌های ممکن قابل استفاده است. ورزشکاران حرفه‌ای تمام طول مسابقه از شروع تا پایان عنوان نفر اول را در ذهن خود تجسم می کنند. همین اصول را نیز در رابطه با یک شرکت می توان به کار برد. ابتدا یک تصویر ذهنی واضح از کاری که می خواهید در شرکت انجام دهید ایجاد کنید. سپس آن تصویر را به یک برنامه عملیاتی قاطع تبدیل کنید. ابتدا برای پیشبینی و تصویرسازی ذهنی کارمان وقت بگذاریم تا اینکه شتاب زده و بدون فکر سراغ انجام دادن آن نرویم. نکته بسیار مهم دیگر آن است که اگر می‌خواهید به چیزی دست پیدا کنید، باید اهداف بلند مدت و رگه مأموریت را در ذهن داشته باشید. بسیاری از مردم برای رسیدن به اهداف بی‌معنی تلاش می‌کنند. آنها بیشتر از تأثیرگذار بودن به دنبال آن هستند که کارآمد به نظر برسند. کارآمد بودن در کلام به معنای انجام بیشترین کار در کمترین زمان است و بسیار بیهوده خواهد بود اگر فرد نداند که به چه علت در حال انجام آن کار است. اینکه نداند چه چیزی واقعاً برای شما اهمیت دارد و شما در راستای رسیدن به چه هدفی تلاش می‌کنید، مثل این است که در حال بالا رفتن از نردبانی باشید که روی دیوار اشتباه قرار گرفته است. لازم است که به اهداف بلند مدت خود تعریفی داشته باشید تا بتوانید کارهایتان را در یک مسیر درست پیش ببرید. اهداف بلند مدت خود را چگونه تعیین کنید؟ برای تعیین اهداف بلند مدت خود می توانید از سوال هایی که در مورد مراسم خاکسپاریتان کمک بگیرید. می خواهم مردم در مراسم خاکسپاریم چه چیزهایی راجع به من بگویند؟ می خواهم چگونه در یادها باقی بمانم؟ می خواهم برای انجام چه کاری در ذهن مردم باقی بمانم؟ حال با شناخت اهداف بزرگ و بلند مدت خود می توانید آنها را با همه کارهایی که انجام می دهد همسان کنید. به همین علت نوشتن یک رگه مأموریت برای خود می تواند بسیار مؤثر باشد. شما باید در این رگه عقاید اصلی خود را بنویسید. اصول ساده و ارزش‌هایی که باور دارید و همچنین اهداف بزرگتری که در زندگیتان به دنبالش هستید. استانداردی محکم که می تواند هر چیزی را نسبت به آن ارزیابی کرد. داشتن چنین قطب نمایی می تواند حس مسیریابی و امنیت را به شما هدیه کند. در نتیجه مهم است که همیشه دو چیز را در ذهن داشته باشید. اول اینکه باید همیشه اهداف بلند مدت خود را در ذهن داشته باشید تا بتوانید فعالیت هایتان را با آنها تنظیم کنید. این به شما کمک می کند تا همواره بدانید که اسلحه خود را روی چه هدفی نشانه رفته اید. در وهله دوم لزوم ایجاد تصویر ذهنی پیوسته از کاری است که قرار است انجام دهید اهمیت دارد. این کار به شما کمک می کند تا ضریب اشتباه شما در انجام هر کاری کاهش یابد. فصل ششم، عادت چهارم، برای تاثیرگذاری ابتدا کارهای مهمتر را انجام دهید. این اصل کوچک را همواره به خاطر داشته باشید. اول کارهای مهمتر. اول کارهای مهمتر یعنی اولویت بندی دقیق. بدین صورت که ابتدا کارهای مهمتر انجام می شوند و کارهایی که از اهمیت کمتری برخوردارند کنار گذاشته خواهند شد تا در زمان مناسب تری به آنها بپردازیم. کدام کارها مهمتر هستند؟ کارهای مهمتر همانهایی هستند که ما را به اهداف نهایی خود نزدیکتر می کنند.
آنهایی که در رگه مأموریت ما درج شده اند و با ارزش‌ها و هنجارهایمان هماهنگی و همسویی دارند. برای اینکه بتوانید زمان خود را به این وظایف حیاتی اختصاص دهید، باید یاد بگیرید که چه زمانی بله گفته و چه زمانهایی نه بگویید. وقتی کاری از ما خواسته شد که در راستای رسیدن به اهداف بلندمان نبود، حتی اگر اشتیاق بسیار زیادی برای بله گفتن داشته باشیم، باید بتوانیم نه بگوییم. از این رو کارهای مهم شامل وظایف ریز و انبوه روزانه ما نیست، بلکه کارهای مهم وظایف و پروژه‌هایی‌اند که بخشی از چشم‌انداز بلند مدت ما هستند. این کارها شاید از لحاظ زمانی ما را تحت فشار قرار ندهند، اما باید به یاد داشته باشیم که آنها را انجام دهیم. فصل هفتم، عادت پنجم، برد برد فکر کنید. اجازه دهید ابتدا با یک مثال روی کرده برد برد را تشریح کنیم. فرض کنید شما و فرد دیگری در محیطی قرار دارید که یک کیک برای خوردن وجود دارد. شما اگر روی کرده برنده بازنده داشته باشید، تمام تلاش خود را می کنید تا همه آن کیک را تصاحب کنید و سهمی به فرد دیگر نرسد. حال اگر فرد دیگر نیز همانند شما روی کرده برنده بازنده داشته باشد، احتمالاً شما دو نفر درگیر شده و در حین تصاحب برای کیک، کل کیک از بین می رود. بنابراین روی کرده برنده بازنده ممکن است در نهایت نتیجه باخت باخت داشته باشد. اما اگر هر کدام از شما یک روی کرده برد برد داشته باشید، هر کدامتان به سهم خود از کیک می رسید و هم یک رابطه مثبت ما بین شما برقرار می شود. پارادیوم فکری غالب مردم بر اساس الگوی برنده بازنده شکل گرفته است. آنها هر موقعیتی را به شکل یک رقابت و دیگران را رقیب خود در جنگی بر سر بزرگترین قسمت از کیک فرض می کنند. با این حال لازم نیست اکثر موقعیت‌ها در زندگی یک رقابت باشد. معمولاً برای همه به اندازه کافی کیک وجود خواهد داشت و اینکه بسیار بهتر خواهد بود که تمامی طرفین مذاکره به دنبال یک راه حل برد برد باشند. رویکرد برد برد چیست؟ ذهنیت برد برد یا برنده برنده آن ذهنیتی است که همیشه در تلاش است تا راه حلی در خور سلایق و خواسته های همه طرفین معامله پیدا کند. رسیدن به این ذهنیت نیازمند یک تغییر در طرز تفکر و تبدیل کردن جمله باید مطمئن شوم سهم خودم را از کیک به دست می آورم به جمله برای همه به اندازه کافی کیک وجود دارد تبدیل شود. بزرگترین منفعت چنین طرز فکری ایجاد یک رابطه پایدار و مثبت و خلق اعتماد دو طرفه خواهد بود. رابطه‌ای که در همه طرفین از وجودش سود خواهند برد. باید بدانید که شکل دادن روابط پایدار با دیگری به معنای سرمایه‌گذاری در یک بانک احساسی است. هر رابطه ای را می توان همانند یک حساب بانکی احساسی در نظر گرفت. هرچه موجودی حساب بیشتر باشد، حس اعتماد بیشتری بین دو طرف ایجاد خواهد شد. حال چه مواردی بر روی موجودی این حساب تأثیر می گذارد؟ یافتن یک رابطه برد برد در یک معامله عمل کردن به وعده هایی است که داده اید و یا تنها همدلی کردن با طرف مقابل می تواند موجودی این حساب را افزایش دهد. در نقطه مقابل مواردی همچون تنها به خود فکر کردن در یک معامله، عمل نکردن به وعده های قبلی و یا سرسری گوش کردن به حرف های طرف مقابل می تواند موجودی این حساب را کاهش دهد. حال زمانی که به بالاترین میزان موجودی در حساب خود رسیدید، باید برای درک نیازها و رگه های مأموریت طرف مقابل خود نیز تلاش کرده و برای آنها نیز وقت بگذارید. این کمک به حفظ روابط پایدار کمک می کند. فصل هشتم، عادت ششم. برای تأثیرگذاری ابتدا لازم است که درک کنید، سپس انتظار درک شدن داشته باشید. چطور می توان به پزشکی اعتماد کرد که بدون گوش کردن به حرفای ما و یا انجام یک معاینه اصولی بلافاصله یک بیماری را در ما تشخیص می دهد؟
اگر یک عینک ساز عینک خود را به ما بدهد و ادعا کند چون خودش با آن عینک خوب می‌بیند ما نیز می‌توانیم از آن استفاده کنیم، به مشکل بینایی ما کمک خواهد کرد؟ با اینکه بسیاری از ما این رفتارها را قبول نداریم، اما در زندگی روزمره بسیار شبیه به جملات بالا عمل می‌کنیم، به خصوص در صحبت‌های خود با دیگران. ما واقعاً به صحبت‌های طرف مقابل گوش نمی‌دهیم. به سرعت جوابی را در ذهن خود تنظیم کرده و سپس به زبان می‌آوریم. قصد ما این است که خودمان را به جای طرف مقابل قرار داده و سریعاً نسخه‌ای برای او بنویسیم. در حقیقت چنین توصیه‌ای به ندرت از جانب طرف مقابل مورد قبول واقع نخواهد شد، چرا که ما تنها در صورت قضاوت دیگران را قبول خواهیم کرد که مطمئن باشیم آنها واقعاً از شرایط ما مطلع هستند. دلسوزانه گوش دادن یعنی چه؟ دلسوزانه شنیدن یعنی فعال بودن، تکرار کردن حرفهای طرف مقابل با کلماتی دیگر، انعکاس دادن احساسات آنها و همچنین کمک کردن به آنها برای شکلگیری فرایندهای فکریشان. تقویت این توانایی نیازمند تغییر الگوی من گوش می کنم تا جواب بدهم به من گوش می کنم تا بتوانم واقعا طرف مقابل خود را درک کنم. در ابتدا استاد شدن در این مهارت وقتگیر است و نیازمند تلاش‌های زیادی خواهد بود، اما در آینده این قابلیت منافع زیادی برای شما در پی خواهد داشت. اگر یاد بگیرید واقعاً دلسوزانه گوش کنید، متوجه خواهید شد که بسیاری از مردم آماده خواهند بود تا رازهایشان را برای شما بگویند و نظرات و نصیحت‌های شما را بشنوند. آنها صرفاً به یک شنونده خوب و قدرشناس نیاز دارند تا چنین کنند. فصل نهم، عادت هفتم، با گشاده رویی و احترام با دیگران همکاری کنید تا سینرژی ایجاد شود. سینرژی چیست؟ وقتی میگوییم سینرژی ایجاد شده است، منظورمان این است که چند منبع یا چند ظرفیت در کنار هم قرار گرفتند و منبع جدید یا ظرفیت جدیدی ایجاد شده است که فراتر از حاصل جمع آن منابع یا ظرفیت هاست. به طور مثال دو پسر را در نظر بگیرید که قد اولی 150 سانتی متر و قد دیگری 160 سانتی متر است. این دو می‌خواهند از یک درخت سیب بچینند. آنها در حالت عادی وقتی جداگانه تلاش می‌کنند نمی‌توانند هیچ سیبی بچینند. بنابراین حاصل جمع تلاش آنها به صورت جداگانه صفر است. اما اگر با هم همکاری کنند و بر روی شانه‌های هم بایستند می‌توانند از درختی با ارتفاع بیش از 2 متر میوه بچینند. این واضح‌ترین تعریف سینرژی است. ایجاد سینرژی با دیگران یعنی ارزش نهادن بر تفاوت‌ها و بی‌پرده بودن با یکدیگر است. هر کدام از ما دنیا را از منظر خود می‌بینیم و توانایی‌هایی به خصوصی داریم. با ایجاد سینرژی می‌توانیم ضعف‌های فردی را پوشش دهیم و به منافع بزرگتری برسیم. جهت کسب این عادت، شما باید تقابل‌های خود را با دیگران به صورت یک ماجراجویی ببینید و نتایج آن را با فراغ بال بپذیرید. چنین کاری نیازمند اعتماد به هر فرد برای انجام وظایف خود است و همچنین اینکه ایمان داشته باشید که نتایج یک کار گروهی بهتر از نتیجه به دست آمده از انجام کار توسط تک تک افراد است. در نتیجه وقتی با هم سینرژی ایجاد می کنید، بدین معناست که به هم خوب گوش می دهید، خود را جای یکدیگر می‌گذارید و از مشارکت دیگران برای خلق چیزی بیشتر و بهتر استفاده می‌کنید. برای اینکه چنین جو همکاری و اعتمادی شکل گیرد، افراد گروه باید کاملاً رشد یافته و بالغ باشند. با یکدیگر با احترام رفتار کنند. تنها در این صورت نتیجه نهایی به دست آمده چیزی بزرگتر خواهد بود. شما به خلاصه کتاب 7 عادت مردمان مؤثر، اثری از استفان کاوی، از کانال لیلا ماجویا گوش کردید و آموختید که اثر بخشی واقعی به این معناست که در مورد اهداف مطلوب خود مطمئن باشید و در پیگیری این اهداف کنشگر باشید. در این راه اگر با دیگران سینرژی ایجاد کنید به نتایج بهتری دست خواهید یافت.
همچنین بهتر است روی روابط پایدار سرمایه گذاری کنید و یک زندگی متعادل را مدیریت کنید. حال اجازه دهید سوالاتی که در ابتدای کتاب به آنها اشاره شد را به گونه دیگری مطرح کرده و به آنان پاسخ دهیم. سوال: چگونه می توانید تغییرات پایداری در خود به وجود آورده و در بلند مدت فعال باقی بمانید؟ برای تغییر باید شخصیت خود را مورد خطاب قرار دهید، نه رفتارتان را. کار کردن روی شخصیت شامل همسان کردن پارادیوم های شخصی با اصول جهانی و بنیادین خواهد بود. اگر می خواهید به بریدن ادامه دهید، اره را تیز کنید. سوال دوم، چگونه می توانید به چیزهای بزرگ دست پیدا کنید و دنیای اطراف خود را با تأثیراتی که بر آن می گذارید شکل دهید؟ فعال و کنشگر باشید. قبل از شروع هر کاری پایان آن را نیز در نظر بگیرید. اگر می خواهید چیزی را به دست آورید و به اهداف بلند مدت برسید، یک رگه مأموریت نیاز خواهید داشت. برای رسیدن به اهدافتان باید خروجی و نتیجه هر کاری را قبل از انجام آن به وضوح هرچه تمامتر در ذهن خود تصویر سازی کنید. برای تأثیرگذاری بیشتر حتما باید کارهای مهمتر را انجام دهید و سپس به سراغ کارهای کم اهمیت تر بروید. سوال سوم، چگونه با دیگران ادغام شوید و با آنها به صورتی موفقیت آمیز همکاری کنید؟ طرز فکر برنده برنده داشته باشید تا سهم خود را از کیک بردارید و همزمان با این کار روابط پایداری با دیگران بسازید. شکل دادن روابط پایدار با دیگری یعنی سرمایه گذاری در بانک های احساسی. اگر می خواهید قادر به اثر گذاشتن روی دیگران باشید، ابتدا به دنبال فهمیدن باشید تا فهمیده شدن. با گشاده روی بدون رو در بایستی و با احترام با دیگران سینرژی ایجاد کنید. پیشنهاد مطالعه. عادت هشتم، نوشته استفان کاوی. استفان کاوی کتاب عادت هشتم را در ادامه این کتاب نوشته است. او در این کتاب شیوه جدیدی از تفکر را معرفی می کند. وی معتقد است این تفکر نو به افراد توانایی عبور از محدودیت‌های خود را می‌دهد و آنها را به سوی تعالی رهسپار می‌کند. ساناز اکبری هستم از کانال آموزشی و انگیزشی لیلا ماجویا. کتاب‌های صوتی از کانال لیلا ماجویا. با خواندن و هدیه دادن کتاب آگاهی و دانش را گسترش دهیم.